رسانه‌های حکومتی گزارشی را منتشر کردند که با ابلاغ مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی رژیم برای اجرا، از این به بعد استفاده از فیلتر شکن غیر قانونی تلقی شده. همراه میشیم با حبیب گودرزی تا پرسش‌های ازش بپرسیم و پاسخش رو بشنویم. حبیب زنده سلام، سوالم اینه که هدف رژیم از این ممنوعیتی که اخیراً اعلام کرده چیه؟ بله علی، بذار من تو پاسخ به سوالت 4 نکته رو بگم. اول اینکه این به اصطلاح مصوبه برای ممنوع کردن استفاده از فیلتر شکن با تایید خامنه‌ای صورت گرفته، 19 دی آبان ماه همین امسال. دوم، هدف رژیم از این کار برای این هستش که هر وقت خواست بتونه اینترنت جهانی رو قطع کنه از ایران. چه زمانی میخواد؟ فکر قیامه، یعنی رخ شلوغ شد بتونه اونو قطع کنه تا هیچ ارتباطی وجود نداشته. چون خامنه ای تمام سیاستهاشو از قیام میچینه، یعنی برای شاخص برای خامنه ای همینه. اگر با این میاد به اصطلاح این فیلتر شکن رو ممنوع میکنه به خاطر اینه، اگر اعدام میکنه از به خاطر جلوگیری یا به نظر من عقب انداختن قیامه، اگر فشار میاره رو دانشجو تعلیق و اخراج الی آخر برای همینه، و اگر رو زنان میهن فشار میره به خاطر با حجاب اجباری باز هم برای تمام سیاست منطقیش هم برای از همین چیزه میشه، جلوگیری یا به عقب انداختن قیام. نکته بعدی این که ممنوع کرده تا اینکه مردم وادار بشن از پلتفرم های داخلی استفاده کنن تا بتونه علیه مردم و به ویژه جوانان جاسوسی کنه، بازم برای چی؟ برای عقب انداختن و جلوگیری از قیام. نکته آخرم خوبه اینو بگم که بخشی از حکومت که اساسا میشه سپاه و وابسته های اونها از قبل تجارت وی پی ان میلیاردی پول میخورن. تو همین رابطه جلال رشیدی کوچی، این نماینده خود مجلس همین رژیم هستش، اومد گفته بود که از قبل این یک بازار 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی هست که فقط برخی از دستگاه و افراد حکومتی به این راه دارن. بعدش هم اومده گفته که من یه نظرسنجی کردم، از 30 هزار نفر، از این 30 هزار نفر 80%شون گفتن که ما ماهانه بالای 100 هزار تومان هزینه میدیم برای خرید، برای استفاده از فیلتر شکن. یعنی میشه از 30 هزار نفر 24 هزار و 100 نفر. این نکته. اما به هر حال خیلی روشنه که مردم و جوان ها پشت نمیدونم قطع کردن و بسیار فیلتر شکن و ممنوع کردنش هرگز نخواهند بود. قبل از اینکه سوال بپرسم، الان داشتی توضیح میدادی یه لحظه سر قیام گفتی اصلا خود این ظاهرا وقتی که اینجوری میاد وارد میشه و قطع میکنه با این و مصوبه میده، بیشتر انگار خودش دوز و عیار جامعه سر قیام دستش هست که این کارو میکنه. ضمن اینکه سر اون استفاده، من اگه اشتباه نکنم پسر همین معاون امور زنان خزعلی بود که گفتش که این تو اصلا تو کار قاچاق همین داستان وی پی ان ها و فروش فیلتر شکنه. سوال آخر، چه واکنش هایی بوده تا الان نسبت به این مصوبه که اعلام کردن؟ در حالی که واکنش ها وزیر ارتباطات خود همین رژیم این عیسی زارپور که خودش عضو شورای عالی فضای مجازی هست ازش سوال کردن تو این رابطه که این جریان جرم بودن فیلتر شکن چیه، گفت من این خبر از صدا سیما شنیدم. حالا در این حال نگاه کن، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا متیو میلر دیروز یک کنفرانس مطبوعاتی داشت، اومد سر همین به اصطلاح غیر قانونی شدن استفاده از وی پی ان تو ایران صحبت کرد که اونم نتیجه خودش گرفت، گفت نشون میده که رژیم خیلی میترسه از مردم و از فعالیت‌های اینترنتی توی ایران. سر این موضوع بود. به اضافه اینکه سازمان غیر دولتی هم خب تو همین مهر ماه امسال بود، این فریدم هاوس بود، اومد گزارش داد که ایران تو سال 2023 بدترین سقوط آزاد توی به اصطلاح آزاد در بدترین سقوط در آزادی اینترنت متعلق به ایران هستش و به لحاظ سرکوب دیجیتال هم ایران به شدت پیشرفت کرد. بله، با تشکر از شما حبیب به خاطر پاسخ و پاسخهای بسیار کوتاهی که به سوالات امروز ما دادید. ممنون از شما. تشکر.